این خوندن قرآن و تلاوت قرآن قدم اول است برادران من، این قدم آخر نیست. اون ثقلی که در کنار قرآن کریم هست مانند دوتا انگشت های من هست. بعد در حدیث دارد که می فرماید پیغمبر دوتا انگشت هاشو کنار هم قرار داد. خود حدیث داره توضیح میده که پیغمبر انگشت وسطا یعنی انگشت وسطی و انگشت سبابه رو انگشت اشاره رو کنار هم قرار نداد به این صورت که بگه این دوتا ثقل ثقلین اینجور هستن، بلکه انگشت اشاره را از یک دست انگشت اشاره دست دیگر را آورد کنار هم قرار داد و اینجور با هم قرین هم کرد و فرمود این دوتا یعنی قرآن و عترت جانشینان من و ناطقین قرآن های ناطق، کسانی که مبینین قرآن هستن که خود پیامبر هم جزء اینها هست، حضرت فرمود به این صورت هستن، یعنی نه جلوتر هستن از هم دیگه نه عقبتر، مساویه با هم. دو تا انگشت سبابه و اشاره رو کنار هم به این صورت قرار داد. چشم ما در انتظار گشت دلها بیقرار، یبن الزهرا یبن الزهرا یبن الزهرا، خلقتت لطف خدا آرزوی مصطفی، ای گل طه ای گل طه ای گل طه. اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. آیه مبارکه 32 سوره شریفه نور که پروردگار متعال می‌فرماید که مردان و زنان بی همسر و مجرد رو همسر دهید و همچنان غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را که یعنی شایستگی ازدواج کردن رو دارن اینها رو هم همسر بدید. اگر فقیر و تنگ دست باشند هر کدوم از اینها، یعنی هر کسی که کنیز هست، غلام هست یا غیر از اینها انسانهای آزاد که اکثرا همینطور هستن، اگر فقیر و تنگ دست باشند خداوند متعال اونها رو از فضل خودش بی نیاز میکنه و خداوند وسعت دهنده و آگاه هستش. در مورد این آیه شریفه تقریبا به بسط صحبت کردیم و قبل از اینکه وارد بحث قرآنی ازدواج هم بشویم این مقدمه رو هم برای دوستان عرض کردیم که اصولاً بحث ازدواج یک بحثی است که ارتباط مستقیم با بحث حجاب دارد و این رو تا حدودی صحبت کردیم و این مطلب از دل اون صحبت‌ها بیرون آمد و بیرون می‌آید که یکی از مهمترین طرق مبارزه با فحشا، تکرار می‌کنم، یکی از مهمترین طرق مبارزه با فحشا ازدواج ساده و بی تکلف و بی ریا هستش. چرا حالا بازم این از دل اون صحبت‌های ما در اومد؟ خوب توجه بفرمایید خواهش می‌کنم.
که چرا این مطلب هست، چرا ازدواج یکی از طرق مبارزه با اون فحشا و فسادی که ما داریم میگیم هست، البته ازدواج بی تکلف، ساده و بی ریا. چرا؟ به خاطر اینکه برای برچیدن بساط گناه باید از طریق صحیح اون غرایز جنسی و چیزی که در واقع خداوند متعال در نهاد زن و مرد گذاشته به صورت فطری، اون باید از طریق صحیح اشباع بشه، نه از طریق غیر صحیح و نامشروع. اگر اون اشباع بشود و در طریق صحیح و کانال صحیح خودش قرار بگیره، اون وقت شما ببینید که درصد این بدحجابی ها و بیحجابی ها چقدر اینها کنترل میشه. البته این رو در بحث حجاب هم عرض کردیم، عوامل زیادی داره، عوامل متعددی داره که از جمله عاملش ازدواج هست. عوامل دیگری هم هست، این که مرد باید کنترل بکنه، زن باید خودش رو کنترل بکنه، تقوا باید داشته باشن. عرض به خدمتتون این که با مسائل روحی روانی که این وسط هست مبارزه بکنن و عواملی که تالا شماردیم دیگه نیاز به تذکر و توضیح اونها نیست. بحث قرآنی رو پیرامون این قضیه کردیم. حالا ببینید که چون می‌فرمایند که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم در واقع هم خودشون رو هم اهل بیت عصمت و طهارت رو قرین قرآن دانستن، یعنی در روایتی ما داریم، در حدیثی داریم که اهل سنت هم حتی این حدیث رو مطرح کرده و بیان کرده در کتب تقریبا معتبر خودشون، که پیغمبر در جایی فرموده که اون ثقلی که در کنار قرآن کریم هست مانند دوتا انگشت های من هست. بعد در حدیث دارد که می فرماید پیغمبر دوتا انگشت هاشو کنار هم قرار داد. خود حدیث داره توضیح میده که پیامبر انگشت وسطا یعنی انگشت وسطی و انگشت سبابه رو، انگشت اشاره رو کنار هم قرار نداد به این صورت که بگه این دوتا ثقل ثقلین اینجور هستن، بلکه انگشت اشاره رو از یک دست، انگشت اشاره دست دیگر رو آورد کنار هم قرار داد و اینجور با هم قرین هم کرد و فرمود این دوتا یعنی قرآن و اطرت جانشینان من و ناطقین قرآن های ناطق، کسانی که مبینین قرآن هستن که خود پیامبر هم جزء اینها هست، حضرت فرمود به این صورت هستن، یعنی نه جلوتر هستن از هم دیگه نه عقبتر، مساویه با هم دیگه. دوتا انگشت سبابه و اشاره رو کنار هم به این صورت قرار داد. این دلالت بر این میکنه که مطالبی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین بیان میفرمایند به عنوان مبینین واقعی قرآن کریم برابری میکنه با مطالب قرآن مجید، فرقی نمیکنه. یعنی اگر ما مطلبی رو بدانیم که این مطلب رو پیامبر فرموده و ائمه فرمودن، اول 100% بر ما ثابت بشود که این مطلب از ناحیه مقدس اون حضرات رسیده، باید بدونیم که قرآن کریم آیاتی ما داریم، بیان خالق، این هم بیان جانشینان خالق بر روی زمین هست، جانشینان پیامبر اون خالق هست بر روی زمین، که برابری میکنه با آیات قرآن. یعنی این که همون جور که اونجور باید آیات قرآن رو انسان اطاعت بکنه، گوش بکنه دستورات پروردگار، همینطور باید به این صحبت ها هم توجه داشته باشه و اطاعت 100% و محض داشته باشه. خب از دیدگاه قرآن شما دریافتید که میفرماید و انکحل ایاما منکم، این دیدگاه قرآنه، یعنی دستور هست. انکهو فعل امره، حالا امرش ارشادیست مولویست، اون سر جای خودش بحث خواهد شد، که باید به همسر در بیاورید مردان عزب،
و زنان عزب خودتون رو، رجلون عزبون و امرأتون عزبتون، یعنی مرد و زن جوان و همسر ناگزیده. اینو در لغت آورده، عزب با عین و زای اختر را، رجلون عزبون و امرأتون عزبتون، یعنی مرد و زن همسر ناگزیده مجرد، یعنی تنها. دقت بکنید، میفرماد به همسر در بیاورد. این فهمایش قرآن جلسه گذشتم روش تقریبا مبسوط صحبت کردیم. در لسان پیامبر اکرم و ائمه طاهرین صلوات الله علیه اجمعین که عرض کردم حدیث پیامبر رو که شیعه و سنی نقل کرده قرین قرآن کریم هستن، به عنوان ثقل اصغر در کنار ثقل اکبر، اونجا هم شما میبینید که این بزرگواران وقتی رجوع میکنید به کتب حدیثی، ده ها حدیث در این زمینه در هر بابی دارن، یعنی اگر مجموعه اینها رو جمع کنیم صدها حدیث و سخن معتبر از پیامبر اکرم و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین به دست ما رسیده پیرامون موضوعات مختلف ازدواج، یعنی از بدو ازدواج تا آخرین لحظه، حتی زمانی که خداوند فرزندی به این زوج عنایت می‌فرماید، چگونگی اداره کردن این فرزند، تربیتش که دیگه اصلا اون خودش یک باب مستقلی داره و باب تربیت فرزند، ده ها حدیث هم در اون زمینه هست. در این مورد که مثل قرآن کریم می‌فهمد انکهو الایاما، یعنی حتما به همسر در بیاورید، به همسری در بیاورید زنان عزبه و مردان عزب خودتون رو، احادیث هم در کنارش هست که پیامبر میفرماید، ائمه هم میفرمایند در این زمینه که آقا باید حتما مسئله ازدواج رو جامعه اسلامی جا بیاندازید و شوخی نگیرید مسئله ازدواج رو، از کنارش خیلی ساده گذر نکنید. اگر شما از کنار مسئله ازدواج گذر بکنید به مشکلاتی دچار میشید که بعضن واقعا جبران ناپذیره، اصلا نمیتونید جبرانش بکنید، یعنی به بنبست هایی میخورید که دیگه شما بخواید بدید که آقا ما این مسئله‌ای که برامون پیش اومده حالا چجوری جمعش بکنیم، بعضیا رو میشه جمع کرد ولی بعضیا رو اصلا نمیشه جمع کرد. یه استاد دانشگاه کالیفرنیا در یک کتابی به نام عقل کامل صفحه 60 من دیدم یک جمله جالبی داره در این زمینه، شما دقت بفرمایید. ایشون میگوید که دانش ما بدان پای رسیده که بگوییم هر کجا مسئله آمیزش و ارتباط مشروع کامل، معذرت میخوام، مسئله ارتباط مطلق کامل و بی خطا و بی گناه نیست، یعنی یک ارتباط نامشروعی هستش، امکان کمال اخلاقی و کمال صفات انسانی هم تو اون جامعه موجود نیست، امکان نداره موجود بشه، یعنی کمال انسانی موجود بشه، انسان به یک کمالی برسه، به صفات کمالیه برسه، او میگوید امکان نداره. او یک انسانیست که خداشناس هم نیستا. ببینید این جملات زیباییست که ما داشته باشیم که امروز غرب این اشتباهو به کرات داره تکرار میکنه. میخوام اینا رو بگم بعدا نتیجه بگیریم بریم سراغ احادیث. خود غربی ها دارن میگن که این رو دیگران هم قبول دارن که با هم بودن به غیر از ازدواج کردن است. ازدواج کردن به غیر از با هم بودن است. با هم بودن ازدواج به ما نمیده، نتیجه ازدواج رو برای ما دربر نداره، با هم بودن یک مضراتی داره که اون مضرات یه دونش در دل ازدواج نیست. بعضی ها خیال میکنن با هم بودن همون ازدواج، میگه آقا با هم هستیم. حالا ما اینو البته تو خطبه ای که میخوایم بخونیم و بحث خطبات ازدواجی میخوایم مطرح کنیم که خیلی جالب هست، گمانم نمیکنم جای این بحث مطرح کرده باشن، اونجا برای شما توضیح میدیم. این بحث مال عرض به خدمتتون که افراد غیر متدین ببینید که به چه صورت به ازدواج نگاه میکنن. من فقط چون وقت کم هست نکات کوچیکی رو دارم برای شما بیان میکنم.
برای افراد متدین ما که امروز از ازدواج فرار میکنند، حالا احادیثی که میخونیم حالا بماند، این رو باید بدونن قبل از اینکه ما وارد بحث روایی و حدیثی بشیم. اگر ازدواج برای همه یک وظیفه طبیعی و عقلی است، برای همه وظیفه طبیعی و عقلی است، برای اون کسی که منتظر ظهور آخرین حجت الهی است، خودش یک منتظر میدونه، میگه عجل علی ظهوره، دعای فرج میخونه و دعا میکنه که همیشه که خدایا منو از منتظرین ظهور قرار بده، در رکاب حضرت باشم، فلان فلان، برای منتظر ظهور آخرین حجت الهی، برای اون مؤمنی که امیدوار هست که روزی بیاد که همه ابعاد و ارزش‌های دین به منصه ظهور برسه در اون روز، و او یعنی این شخص مؤمن و مؤمنه در چنین روزی سهیم باشه در این میراثی که باقی مونده و میمانه در اون روز، برای یک چنین شخصی ازدواج نه تنها یک تکلیف شرعی است، بلکه یک تکلیف عقلی است دیگه، فراتر از اون شخصی است که اعتقاد به امام زمان نداره، اعتقاد به خدا و پیغمبر نداره. برای چنین شخصی سوای تکلیف فطری، تکلیف‌های دیگه‌ای که بخوایم براش بشماریم، تکلیف عقلی است، تکلیف شرعی است. به چه مجوزی ما میتوانیم از ازدواج فرار بکنیم؟ ازدواج اول بحث ما عرض کردیم که یک مسئله عبادی است. حالا با خود بحث خوندن صیغه‌ای که داره، خطبه‌ای که داره، در جلسات آینده به شما عرض خواهیم کرد که در انواع و اقسام ازدواج به شما خواهیم گفت که کاملا شما می‌بینید که یک بحث عبادی است. یعنی چی بحث عبادی است؟ یعنی همینطور که شما میگویی که آقا من میتوانم خمس ندهم، کسی هم کاری نداره، فقط خداوند متعال با من کار خواهد داشت اگه خمس بهم تعلق بگیره، زکات هم همینطور، جهاد هم همینطور، امر به معروف و نهی از منکر رو بکنم یا نکنم همینطور، فقط خدا میتونه که منو بنده شناسه، من بدونه که من وظیفم بوده و بعد به من به قول ما گفتنی گیر بده و مؤاخذه بکنه ما رو، کسی کاری نمیکنه، کسی به کسی اینجا الان کاری نداره که مچ کسی نمیگیرن که خمس نده. این فرد میاد خمس میده، چرا؟ میگه آقا من آدم متعبدی هستم، تعبد دارم، یعنی پذیرفتم که پروردگار الله خالق من هست، هر چی میگه من باید گوش کنم، گفته خمس بده، اگه به من خمس تعلق گرفت باید بدم، من خمس تعلق گرفته و خمس میدم، در حالی که کسی نمیدونه که این چقدر اصلا سود کرده، چقدر بهره داشته، منفعت برده و اینا، که درست چطور میشه چنین شخصی میپذیره که بیاد خمس بده اما به ازدواج که میشه میگه برو بابا خدا پدرت بیامرزه، ما حالا خودمون هم زیادی هستیم، بریم بیا دست زنی هم بگیریم بیاریم تو خونه، مثلا مسئولیت قبول بکنیم، بیکاریم الان داریم نون آب بابامونو میخوریم تو خونه، مادرمون همه رقم غذای برای خودمون درست میکنه، کلی هم قربون صدقه ما تازه میره، از صبح هم که موخاب بلند میشه میگه ناز پسر، به به ناز تو برم، نم عد و عطفار نم چشوی، از این حرفایی که مادرها دارن برای بچه 30 ساله، من دارم دیگه این بچه 30 ساله چه نازی داره که میگه ناز تو برم، قربون این بچه 30 ساله داره میره، بچم خوابیده، بچم پاشد، بچم نام چشم، هنو میگه بچم با. حالا اون حس مادری داره، سر جای خودش بحث داره. چطور میشه یک فردی که خودشو مؤمن یا مؤمنه میدونه، مخصوصا مردی که در این زمینه او باید مسئولیت رو قبول بکنه، بیشتر مسئولیت در عهده اوست، چطور خمس رو میره میده، جهاد رو میره، به اینجا که میرسه میگه آقا برو بابا ما مسئولیتی که قبول بکنیم فلان. اسلام فرموده اگر تو میخوای مؤمن باشی نمیتونی نکفرو به بعض، یعنی بعضیا رو بهش کافر باشی، آیاتو نعوذ بالله، یؤمنو به بعض، بعضیا رو بهش ایمان داشته باشی. ازدواج هم مانند خمس درد سر داره، بله، ما که اسلام و شارع هستیم نمیگیم ازدواج است بی درد سری، اگه میخواین راحت باشید برید ازدواج کنید،
اگه میخواین که دیگه رو آسمون ها پر بزنین ازدواج کنین، اگه میخواین تو این کارتای عروسی هرچی نوشته راست عذاب در بیاد برین ازدواج بکنین. دو تا قوی سفید با همدیگه بال دارن میزنن میرن. این خیال میکنم بعضی خیال میکنم واقعا همینطور، این حرفا واقعا نیست. خب اینا تعارفاته. دو تا پرنده من با بال نمیدونن برقی دارن پر میزنن الانه که به لونه برسن. ما لونه ای ساخته این بر آسمون هفتم، شما بیاین تو آسمون ششم مهمون ما باشین، بعد خداحافظی میکنیم. اینا یه چیزی که تو کارت عروسی مینویسن. اینا درست صحت نداره، تعارف دارن میکنن. اسلام نمیگه اگر میخواید راحت باشید بیایید ازدواج بکنید. شارع مقدس نمیگه اگر میخواین که دیگه همه چیتون درست بشه بیخیال باشین، از مادر راحت تر از پدر راحت تر تو خونه برید همسر اختیار بکنید دیگه. هیچی، هم به خانومی حرفو بزنه هم به آقا. والله بالله همچه حرفی نیست اصلا. بله بنده شما همه خودمون خانوم ها هم همینطور تو خونه مادرش هست، عرض کردم چه به اون خانومه چه به اون آقاه. مادرها تا اون آخرین لحظه قربون صدقه میرن، یه بار هم بهش میگه پشت ظرفا رو بشور، نمیشوره، دفعه دوم خودش میشوره. خیلی مادر قاطع که باشه پشت آقا رختاتو بشور، نمیشوره، خودش میشوره. ولذا به مرده هم چی میکنه، میگه که آقا جون خونه یا خودتون بیشتر خوش میگذشت الان که اینجا هست. میگه مادرم، بابا نگو مادر ما برای من قضا میپخ. الان به این خانوم ما میگیم قضا، میگه امروز گزارش هفتگی داریم، یعنی هر چی بوده نبوده توی یخچال جمع کرده، یکی خودو گشته سر سفره میگه که اینا رو باید بخوری. مادر من از این حرفا میگفت الهی قربونت برم ببینم چی دوست داری برات بپزم. بله بنده اینو قبول دارم، شما اینو قبول دادی، اما چجوری که ما خمسو میایم از مال خودمون جدا میکنیم، مسئولیتشو قبول میکنیم، میگیم که باید خمس بدیم و دوست داریم که ندیم، بعد به برکاتش میرسیم، یعنی به یک برکات جدیدی میرسیم که قبلش به اون برکات نائل نشده بودیم. درسته در دادن خمس جهاد و وقتی انجام میدیم به برکاتی میرسیم که قبلا به اون برکات نائل نشده بودیم. درسته. شما در زمینه جنگ تحمیلی 8 سال جهاد کردن، یه مش حرف مفت الان دارن میزنن، واقعا حرف مفت میزنن که اگر نبود ما باید نباید اینقدر کشته میدادیم جوانهامون رو. خب چیکار میکردین؟ نوامیسمون رو بذاریم و مملکتمون مثل فلسطین کنیم که حالا نشستن همه طرفش رو بستن کردن یک محدوده بسته به نام غزه، 1.5 میلیون آدمون تو ساعت باید برن وایسن زیر شیر آب، از کجا که آب بگیرن، برقشون دست اسرائیل، آبشون دست اسرائیل، فضاشون دست اسرائیل، زمینشون دست اسرائیل، زمانشون دست اسرائیل هست، همه چیزشون هر روزی بخواد اینا رو میبنده، برقشون رو قطع میکنه، آبشون رو قطع میکنه، نمیذاره هیچی به اینها برسه، اینا همشون بمیرن اگر رسنگی تمام بشه. اگر روز اول فلسطینیا شل نداده بودن اون جهاد فی سبیل الله رو روز اول انجام داده بودن، تو قهوه خانه ها نشسته بودن، بعضنشون رو داریم عرض میکنیم قلیان نکشیده بودن، چیزی که امروزه برای جوان ها تو قهوه خونه های ما آوردن که کم کم برای 30 سال آینده آماده بکنن بعضی از فضاها را، خب الان این مسائل پیش نمیاد. صفر وایساده بودن، یه متر از زمین خودشون رو نمیدادن. چرا حالا باید سوریه زمین خودشو بده بلندی های جولان حالا دنبالش بود؟ اون جهاد برکاتی داره، برا ما این برکات رو داشت. الان وایسادیم حرف اونو میزنیم محکم، 1 متر از این زمینمون به واسطه خونی که این شهدا با افتخار تمام ریختن بر زمین دست کسی نیست، وایس محکم هم وایسادن حرفشون. آبمون دست خودمون، برقمون دست خودمون، آب داریم، برق داریم، نون داریم، آب داریم، همه چی داریم الحمدلله رب العالمین. حالا اون کاستی ها ما همه جا هست، اون بحث دیگری داره. اون جهاد این برکت رو داشته، می توانستیم این جهاد رو نکنیم، مؤاخذه می شدیم تو این دنیا، کسی مثل خیلی ها نکردن، برکاتش هم نرسیدن، ما هم نمی کردیم نمی رسیدیم. ازدواج هم مثل اون جهاد، مثل اون خمس، سختی هایی دارد اما برکاتی هم دارد. اگر می خواهیم به اون برکاتش برسیم باید مسئولیت قبول بکنیم و ازدواج کنیم. باید مسئولیت قبول کنیم. ازدواج شارع مقدس نمیگه بی خیالیس و بی تعهدیس و بگیر ازدواج کن دیگه راحتی، خیلی راحتی برو خدا دیگه فردا روزی تو 5 برابر میرسونه. شارع همچین چیزی نمیگه. شارع میفرماد ازدواج قبول کردن یک مسئولیت تموم عیار هست.
اما اگر بنده ما آمد ازدواج کرد، مسئولیت رو تقبل کرد، قبول کرد، مثل جهاد و خمس و زکات و چیزهای دیگه به اون برکاتش میرسه، اون برکاتش بهش نازل خواهد شد. در این مورد شما ببینید احادیثی که ما راجع به ازدواج داریم تقریبا میشه گفتش که 3 دسته هستش. دسته اول احادیثی است که توبیخ میکنه و تهدید میکنه هر کس که ازدواج نکنه. دوم احادیثی است که تشویق و ترغیب میکنه که افراد برن ازدواج بکنن. سومم احادیثی است که صحبت میکنه از برکات ازدواج، یعنی به واسطه ازدواج کردن چه برکاتی بر زن و مرد نازل خواهد شد. اون برکاتش وقتی که ما بحث میکنیم راجبش، حالا صحبت انشاءالله راجبش خواهیم کرد، شما ببینید چقدر برکات وسیعی است و واقعا راسته یا دروغ. دسته اول و دوم احادیث در واقع توبیخی و تهدیدی و دسته دوم احادیث ترغیبی و تشویقی، یه توضیح راجبش بدیم بعد شروع کنیم احادیث رو انشالله خوندن که شما خیلی هاشو خوندید، حالا ما سعی میکنیم اوناش که تکرار نیست توش بخونیم. چرا پروردگار متعال، شما خالق بی نیاز هست، احتیاجی نداره، این خالق محتاج نی بی نیازه، چرا اومده تهدید کرده که هر کی ازدواج نکنه فلان بلا رو به سرش میاریم، فلان جور عذابش میکنیم؟ حالا ما میخونیم بیشتر جهنمی ها از بین اهل توحید، از بین اهل توحید بیشتر دوزخیان مردان و زنانی هم که ازدواج نکردن، کسانی که مقصر بودن در این کار رو دقت بکنید. اینا تهدید هاست که اینجوری شروع میشه. حالا میاریم از احادیثش میخونیم. در تشویق ها و ترغیب ها همینطور، هر کس ازدواج بکنه، عرض به خدمتتون که سنت پیغمبر رو احیا کرده، هر کس سنت پیغمبر رو احیا بکنه با پیغمبر هست، با در کنار حوض کوثر، در سایه عرش الهی است و و و الی آخر. چرا این کارو کرده پروردگار؟ چرا؟ من سوال میکنم، شما تا حالا این سوال از خودتون کردید؟ آیا پروردگار متعال به ازدواج کردن بنده و شما نیازی داره؟ به واسطه ازدواج نکردن من و شما هم آیا به پروردگار ضرری میرسه؟ صدمه ای میخوره؟ به خدایی خدا صدمه ای میخوره؟ چرا خداوند متعال اومده فرموده که ازدواج بکنید، اگه ازدواج نکنید اینجوری میشه اونجوری میشه؟ قطعا یک چیزی توش برای بنده داره، دقت بکنید، یه چیزی توش برای بنده داره، حتما یه چیزی توش داره. ما باید بگردیم اون چیز یا اون چیزها رو پیدا بکنیم. من متاسفم از اینکه بعضی وقتا ما تهدیدهای پروردگار رو که توی جایی میبینیم راجع به یک مسئله ای، یا تشویقهای پروردگار یا ائمه که عرض کردیم اول سخنشون همون سخن خدای تعالی است، تشویقهای پیامبر و یا ائمه رو که میبینیم یا تهدیداتشون راجع به یک مسئله، من نمیدونم ما چرا فکر نمی‌کنیم، یعنی تو این فکر نمی‌کنیم سوال برای خودمون ایجاد کنیم خداوند چه نیازی داشته که تهدید بکنه بنده‌شو؟ چه نیازی داشته؟ چرا میگه اگه نماز نخونی اینجوری می‌کنیم، اگه شراب بخوری اینجوری می‌کنیم، اگه خمس تعلق بگیره بهت و ندی اینجوری عمل باهات می‌کنیم؟ چرا خدا چه نیازی داره بنده‌شو تهدید بکنه؟ واقعا یک سوالیه. چه نیازی هم داره که بندهشو تشویق بکنه؟ آقا هر کی خواست بیاد تو بهش، هر کی هم نخواست نیاد دیگه. این تشویق نمیخواد که هی بفهمین، خواهش میکنم بفهمین، آقا بفرمایید، خانم بفرمایید، آقا میخوام بیام میخوام نیام. آیا این سوال رو تا حالا از خودمون ما پرسیدیم؟ قطعا در جواب این سوال باید گفت این یک نفعی، نه یک نفع، یک نفع کلی برای بندگان داره و عدم اجرای اون یک ضرر و زیان کلی برای بندگان داره. ما باید دنبال اون نفع و دنبال اون ضرره باشیم. یک صلواتی بفرستید تا این چند تا از این احادیث رو بخونیم. ببینید اول احادیث تشویقیه و ترغیبیه رو میخونیم.
که راجع به ازدواج از قول پیامبر و ائمه اطهار هست صلوات الله علیه اجمعین. من بهتون عرض میکنم این احادیث رو کلن از میزان الحکمه عرض به خدمتتون این که صفحه 2250 به بعد داریم عرض میکنیم و همچنین کتاب وسائل الشیعه باب النکاح و همچنین مستدرک وسائل اونم باب نکاح و مقدمات نکاح داریم عرض میکنیم. دیگه از ما نخواهید که ما وسطاش چون وقتمون کمه هی بخوایم اینها رو دونه دونه بخونیم، مآخذش رو بخونیم. در مورد احادیثی که تشویق میکنه عرض کردیم برای ازدواج، امام امیرالمومنین علی علیه السلام حضرت میفرماید که بهترین وساطت ها همونه که من و شما تو ذهنمون میگیم اصلاح ذات البین، دیدین میگیم بیام بیاین دو نفر رو آشتی بدیم وساطت بکنیم بین دو نفر، یا دو نفر رو به هم نزدیک بکنیم، دو تا شریک میخوان چی بشن بیام از این به این بگیم مثلا اینا رو شریکشون میکنیم یا هر چی، یه وساطت اینجوری، یا تو زمینهای اصلاح ذات البین اینا هم وساطت میشه به هر حال، گفت یه نوع شفاعته یه نوع وساطته. حضرت میفرمان بهترین وساطت ها این است که میان دو نفر در امر ازدواج وساطت شود، در امر ازدواج. یعنی اگه کسی میخواد بهترین وساطت ها رو انجام بده بره این کار رو انجام بده. بعد حضرت میفهمن تا سر و سامان بگیرن، یعنی نه اینکه بیاد همچین کنه آقا این تلفن این خانومه، اینا تلفن آقاست، خودتون بریم هم زنگ بزنید. حضرت میفهمد انقدر پیگیری بکنه تا اینا چی بشن؟ سر و سامون بگیرن، یعنی به نقطه شروع زندگی برسن، نه اینکه بگه آقا به من ربطی نداره، من نمیدونم با بیکار این فردا دعواشون میشه. آقا هر ازدواجی دعوا داره، اینکه ترس نداره که. هر ازدواجی دعوا داره، جهاد کردن بالاخره نقص عضو دارد، بالاخره نم کاتیوشا خوردن دارد، یه وقت همینی سر رفت پیکر رفت، یه وقت همینی نقص شیمیایی شد، یه حرف رو داره. میخوایی به ثوابش و عجش بزی و دستور پروردگار اجرا کنی باید مسئولیتشو بپذی، فعلا جهاد باید دو کنی جهاد، این حرفا نیست. مسئولیت ازدواج، مسئولیت پذیرفتن یک مسئولیته به دستور خداوند متعال. حالا اون کسی هم که میخواد وساطت بکنه، آقا اگه میخوای به اون اجرش برسی مفت و مجانی که نمیدن که، ولذا خیلی پاداشا هم هست که ما از خودمون سوال میکنیم که آقا به همین مفتی انقدر پاداش به ما میدن؟ نه خیر، زحمت هم داره، زحمت داره. چرا فهمود فلان نمازو بخون 1001 مرتبه این ذکر رو بگو؟ تا حالا این سوال از خودت کردی شما؟ برای اینکه میخواد بگه از اول این ذکر تا آخر اون ذکر بی زحمت این ذکر، این ذهن مشتت خودت رو متمرکز بکنی، زحمت به خودت بدی تا 1002 مرتبه نشه، 1000 مرتبه هم نشه، 1001 مرتبه باشه، این ذهن رو جمع جورش بکن، این عادت به تمرکز پیدا بکن. تمرکز سخته، من میخوام بین دو نفر وسادت بکنم که ازدواج بکنم، این کار سختیه، شوخی نیست. اون به هم متلک میگه، او دیگری شتلک میگه، او یوف زنگ تلفن من میگه اصلا آقا به شما چه مربوطه، به ما تو زندگی ما دخل، من نمیخوام شوهر بکنم، اونم میگه اصلا بنده نمیخوام آقا زن بگیرم، چون به شما چه ارتباطی، همه این حرفا رو داره توش. اینی که شما بشینی گوشه خونه تلفن بزنی، خب شما حاضری، شما هم حاضری، بریم با امید خدا محضر، شیرینی ما چی شد؟ ای توپ بخوری، تو که هنون کاری نکردی، که هنون کاری نکردی، دنبال شیرینی هستی. او خانون نشسته همچی کنه، خب کی انشالله عروسی برپا میشه، ما لی 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 کنیم. شما از حالا میتونی تا روز قیامت لی 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 کنی، ولی اینجوری که کسی عروس نمیشه، کسی هم داماد نمیشه که. حضرت میفهمد به نحوی میان این دو نفر در امر ازدواج وساطت بشه که تا زمانی که سر و سامان بگیرن، یعنی باید برسونی به اون نقطه شروع زندگی، و اینا کار میخواد رو ذهنشون، باید با اون خانم بشینی صحبت بکنی، با اون آقا بشینی صحبت بکنی. حالا اینجا ما صحبت از مجرد الان داریم میکنیم، حالا میرسیم به احادیث. از حالا اینو بدونید، ما معنای مجرد رو که از بین احادیث در آوردیم در لغت هم نگاه کردیم،
جوانی نیست که تا کنون ازدواج نکرده است. خوب توجه بکنید، اون جوانی هم که یه بار ازدواج کرده، زنش از دنیا رفته، میخواد به دوباره ازدواج کنه، اینا مجرد الان. اون خانومی که ازدواج کرده، شوهرش از دنیا رفته یا طلاق گرفته، مردش زنش فرق نمیکنه، الان مجرد. اینا هم همون قانون ازدواج بهش جاری و ساری است. یعنی باید برای ازدواج اینم فکری بکنی. ما جامعه بدی گیر افتادیم. یعنی حالا میرسیم بهش، به بحث آیندهمون. بذارید ما حدیثا رو بخونیم، درد دل ما خیلی زیاده در این زمینه. خانومی که یه بار ازدواج کرده، شوهرش از دنیا رفته، این محکوم به رهبانیت تا آخر زندگیش، دیگه همه درها رو باید ببندن. به بیرون اومدی از خونه، مگه این از موش کوره که بره توی لونه، دیگه بیرون نیاد از خونه؟ آخه این چه حرفای ما میزنی؟ این شارع مقدس. من حدیثای براتون میخونم در این زمینه، خیلی جالب، حالا خیلی قشنگ عرض کردم. میخوام حدیثا رو انتخاب کنیم که کم تکرار شده باشه یا شاید اصلا به گوشمون نخورده باشه تا حالا. یک صلواتی بفرستید. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. ببینید، حالا عرض میکنم اینا رو تشویق و ترغیب به ازدواج هست. حضرت فرمودن مردان مجرد. پس تعریف مجرد هم دونستیم کیا هستن. مردان مجرد را زن دهید. این مرد مجرد ممکنه 60 سالش باشه، ممکنه حتی یک آدم 70 ساله هم باشه، دو تا زن هم گرفته باشه، مرده باشه، طلاق گرفته باشه، هرچ، ممکنه هم از یه جوان 20 ساله باشه، فرق نمی کنه. مردان مجرد را زن دهید، این دستور پیامبره، تا اخلاقشان را نیک. ببینید با اون دسته سوم که عرض کردم برکات ازدواج چیه، و ارزاقشان را وسیع و جوانمردیشان را زیاد فرماید. یعنی ازدواج برکاتی داره. ازدواج مثل خمس میمونه، آدم نمیدونه از کجا مالش زیاد میشه وقتی خمس رو میده، خودش هم واقعا نمیفهمه. زندگیش برکت پیدا میکنه اگه بهش خمس طلاق بگیره. پیامبر باز میفرمایند، مآخذم عرض کردم، حضرت فرمودن روزی را به وسیله زن گرفتن، یعنی به مردان داره خطاب میکنه، یه جایی هست به هر دو خطاب میکنه حضرت، یه جایی به زنها، یه جایی به مردها. روزی را به وسیله زن گرفتن تحصیل کنید. واقعا چه فکرهای عقب افتاده ایه. به طرف میگی چرا ازدواج نمی کنی؟ این آقا بیشتر از پیغمبر میفهمه، بیشتر میفهمه. نعوذ بالله، پیغمبر اکرم العیاذ بالله، نستجیر بالله، کمتر از این آقا میفهمه. چون به آقا میگی چرا ازدواج نمی کنم، چی میکنه؟ من خونه ندارم. میگه پا چیکار میخوام بکنم؟ بذار اول یه خونه بخرم، کارم درست بشه، ما یه 700-800 هزار تومان حقوق داشته باشم، دیگه هیچ غم و غصه‌ای نداشته باشم. پیغمبر فرموده اصلا به اینا نیست، تو اول باید ازدواج بکنی تا روزی تو به وسیله زن گرفتن تحصیل بکنی، یعنی به دست بیاری. کدوم روزی رو؟ خواهش میکنم اینو دقت بکنید و یادداشت داشته باشین، روزی خاص رو، چون روزی عام رو خداوند به همه میده، هم به مجردا میده هم به متأهلا. روزی دو نوع کلیست، یک روزی عام، یک روزی خاصه. این روزی خاص رو داره میگه. تو اگه میخوای خونه دار بشینم چیزی بشی، باید اول ازدواج بکنی. تو نشستی، من نمی فکرها چرا انقدر خودشونو بالاتر از پیغمبر میدونن؟ نمیدونن. اول باید بیای ازدواج بکنی، بعد اینجور بشی. میخواد بره اول این کار رو انجام بده بعد ازدواج، یعنی قبول نداره.
ببینید باز از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت فرمودند که زن بگیرید، خطاب به مردان، زیرا که ازدواج کردن روزی شما را بیشتر می کند. ما بعضا معنای روزی رو نمی فهمیم. ما خیال می کنیم روزی مساوی است با پول. این اصلا یه بحثی خودش داره. من نزدیک 2 سال راجع به روزی در یک مجلسی صحبت کردم اونجا. حالا حیف شد که نوارش اونجا ضبط نکردیم داشته باشیم. حالا به وقت مجبوریم که در ضمن بحث ازدواج یک تیکه هایی هم راجع به روزی بیاییم. اصلا روزی پول نیست. روزی چیزیست که شما سلامتی روح و جسم داشته باشی، عافیت داشته باشی، زندگی و اموراتت بگذره، شأن و آبرود حفظ بشه و امثال اینها. روزی مساویه با پول نیست. اینو اشتباه نکنید. حالا ببینید چند تا حدیث هم میخونیم عرض به خدمتتون این که در مورد تهدیدها. ببینید این یکم اجازه بدیم من بخونم از قول پیامبر که حدیثش تکراری هم هست، شما جاهای دیگه هم شنیدید، ولی بس که این حدیث جالبه، از بس جالبه واقعا. پیغمبر میفرماید در اسلام هیچ بنایی ساخته نشد که نزد خداوند متعال محبوب تر و ارجمند تر از ازدواج باشد. هیچ بنایی ساخته نشد. میخواین اگه بهترین بنا رو بسازید سراغ ازدواج برید که نزد خدا یک بنای محبوب داشته باشید، خودتونم محبوب بشید، خودتونم ارجمند بشید. بعد دیگه حالا اون احادیثی که شما میدونید که همه میخونن که ان نکاح و سنتی، ازدواج سنت منه، هر کی از سنت من پیروی نکنه از من نیست. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، از من نیست، ازدواج سنت پیغمبر. حالا اینا دیگه که تکراری عرض کردم اونها رو ما نمیخوایم بخونیم. بریم سراغ حدیث هایی که احادیثی که تهدید میکنه در مورد ازدواج. دقت بکنید، یک صلوات باز بفرستید در این زمین. پیامبر اکرم از مردی سوال میکنه، اسم این مرد عکاف هست. فرمود که آیا ازدواج کردی؟ گفت نه. حضرت فرمود آیا کنیزی داری؟ چون در گذشته اگر میگفتن ازدواج کردی میگفتن میگفت کنیزی داری. حالا اینو بعدا من توضیح میدم که چرا قرآن کریم و احادیث ازدواج رو 2 قسم کلی کرده، ازدواج دائم و موقت کرده. دقت بکنید در این زمینه ها واقعا ماها این مسائل دنبالش نرفتیم که چرا این کار رو اسلام کرد. حضرت محمود ازدواج نکردی؟ گفت نه. گفت کنیز داری؟ در گذشته کنیز که میگرفتن همین مالک کنیز که میشدن، کنیز میشد همسرشون، ولی چون کنیز بود حکم زن رسمی رو برای اونها نداشت. حالا اینو بعدا توضیح میدم. عرض کرد کنیزم من ندارم. حضرت فرمود توان مالی داری؟ یعنی میتوانی به اندازه از حالا باز اینجا تو ما سوال میکنیم که این سوالو میخونیم که پیغمبر فرمود توان مالی داری؟ یوهو یه عده بولم شه آها، ما نگفتیم اول داری میورزی موبایل داری یا نه، خونه داری یا نه، ها و چی داری میگی تو؟ منظور از توان مالی اینجا این نیستش که خونه داری موبایل داری. حضرت میفهمد یعنی الان یک آدم مسئولیت پذیری هستی، میتونی مسئولیت قبول بکنی، سر کاری میری، درآمدی داری یا نه؟ در یک جمله درآمدی داری یا نه؟ عرض کرد بله درآمد دارم. نگفت من ثروتمندم، نگفت خونه دار هستم، متمولم فلان، گفت درآمد دارم. حضرت فرمود ازدواج کن وگرنه از گناهکاران هستی. یعنی وقتی رفتی سر کار درآمدزا شد برای درآمدداری بودو ازدواج کن. حالا ازدواج بعدن توضیح میدیم. این نیستش که من تو هم رفتم سر کار فردا هم چی کنم مامان برو خواستگاری، پس فردا هم چی کنم کو خانوم، پس اون فردا هم چی کنم بفرمایید تشریف بیاریم با هم دیگه بریم نمیدونم
عرض به خدمتتون که فالوده بخوریم، پس اون فردام عرض به خدمتتون که خونه کجاست، بگیم ما می‌خوام امروز یه استخ با هم دیگه زندگی بکنیم. اصلا ازدواج اینا نیست، اینا جزئی از ازدواجه، ولی همه ازدواج این نیست، اصلا از اینجا شروع نمیشه. حالا اونا رو توضیح میدیم بعد. بعد حالا ببینید پیغمبر فرمودن، اینایی که داریم میخونیم بعضی هاشو هم سنی ها نقل کردن هم شیعه، خیلی جالبه. حضرت فرمودن بدترین مردگان شما رو میخوایم بگم چه کسانی هستن؟ مرده هاتون، زنده هاتون سر جای خود. شما اینو که میدونین بهش تقریبا میشه گفت قیاس اولویت از نظر منطقی. بدترین مرده های شما میخوایم ببینین چه کسانی هستن؟ حضرت فرمودن بدترین مردگان شما عذاب های شما. عذاب ها یعنی همسر ناگزیده، زنی که میتوانسته ازدواج کنه نکرد، مردی هم که میتونسته ازدواج کنه نکرد. توانستنی که به معنای عرفی خودش هستا، یعنی خانومی هست، بعدن هم اینا رو عرض میکنیم ما در اقسام ازدواج، هی میار خواستگاریش، اولی رو جواب رد میده، دومی جواب رد میگیره، سومی ایراد میگیره. حالا اونجا عرض میکنیم اصلا به مادره، یه جا مادره دخالت میکنه که دخترم من به کس کسانش نمیدم. بها من نمیدونم، حضرت اسرافیل میخواد بیاد خواستگاری؟ اسرائیل میخواد بیاد خواستگاری؟ کی میخواد بیاد خواستگاری؟ به کس کسونش نمیدم یعنی چی؟ حالا اینا بعدا عمل میکنه. بعد آقا این میخواد اصلا قانون این که آمده خداوند این مؤنث رو خلق کرده، این مذکر رو خلق کرده، اینها با هم دیگه ازدواج بکنن، نسل این بشر قطع نشه روی کره زمین. اصلا هدف خلقت اینه، تو میخوای خدا رو دور بزنی؟ برای خدا مادر زن شدی؟ اون یکی هم اونور مادر شوهر شدی برای خدا؟ با خدا اینو خلق کرده که این دوتا بیام ازدواج برم بکنم، اینقدر موانع چرا به همه مانع میخواه؟ با خود جوانه، حالا اینو میخونه آمد پیغمبر فرمود جوان متدین آمده خواستگاری کرد، شما میبینی تعهد داره سر کارم میره بسم الله. آقا نگو که چشمش کور باید بره خودش فلان چیز تهیه کنه، چشمش کور باید بره نام حلقه فلان بگیره چشمش کور. الان خوندیم پیغمبر فرمود چی؟ پیغمبر فرمودن همه ائمه هم همین رو میفرمان، همه کلهم نورون واحد، صحبتشون یکیه، میفرمایند که آقا وسادت بکنید تا آخرش هم باش وایسین، باید کمک بکنید. چشمش کور یعنی چی؟ باید کمکش بکنید جوان بره جلو بتوانه همسر اختیار کنه، به اون خانومم کمک بکنی. خانوم برای چی نمیتونی بره فلان؟ من اینجا یه جهازم مثلا لنگه، 10 نفر 15 نفر میذارید این جهازشو کامل بکنید، این لنگ نزنه در این زمینه، جفت و جور بکنید کارشونو برن. چرا ما فقط تصور کردیم که اعمال فقط اعتکاف ماه رجب 13، 14، 15 ایام البیز بریم بشیم تو مسجد، هی تا شب نماز بخونیم روزه بگیریم، هی هم لنگمون حواس. چرا لنگت حواس؟ روزه منو احال برده. خب نگیرین صاب مونده رو، خب نگیرش این روزه رو تو احال میری. اون روزه ای که تو رو احال ببره تا لنگت بخواد هوا باشه، خب این روزه نیستش که. آخه که به من میگه آقای مخمرو تو چرا روزه نمیگیری؟ گفتم برای اینکه روزه من لنگم نمیخوام هوا باشه، میخوام رو زمین راه برم، بی حال نمیخوام بشم که روزه مستبه کنم، همه رو قوامو جمع میکنم ماه رمضان روزه میگیرم، شروع کنم کارهای دیگه رو انجام میدم، به کارهای دیگه هم برسم. شما چرا این کار انجام دادید؟ ما خدا قبول بکنه روزه ایم. خب نگیر به کارات برس. کی گفته تو بیای روزه مستبی؟ خیلی ثواب داره ازدواج، ثوابش از همه اینا بیشتره، وساطت کردن از همه اینا بیشتره. شما وصیت امیرالمومنین رو ما وقت ندیم، تو رو خدا برید بخونید آخرین لحظات حضرت، همه صورت حضرت زرد شده، داره وصیت به حسنین میکنه علیهم السلام، ببینید وصایا چیه. ما چرا توجه به اینا، چرا انقدر ساده از کنار اینا عبور میکنیم؟ ببینید وصیت چی. حضرت فرمود از نمازهای مستحبی بیشتر ثواب و فضیلتش بیشتر. حسن جان وساطت کردن بین دو فرد اصلاح ذات البین، بریم بین دو نفر رو جوش بدین، مؤمنی که با هم دیگه یه کنتاکی کردن، بلکه ازدواج هم توش هست تو همون وساطت. برید بخونید خطبه نهج البلاغه وصیت امیرالمومنین علیه السلام، محمدش همین تا میگه چی؟ ایام البیز، ماه رجب، ماه شعبون، امروز چرا شما شربت نمیخونی؟ خدا بخواد روزه هستم، ساعت 2 بعد از ظهرم نگاه کن همین دهنش بازه مثل این مرده های تو قصرخونه بیزرم. با چی روزه گرفتی؟ خب
تو که نمیتونی کار کنی، نمیتونی تلاش کنی، با چی گرفتی؟ خب نگی کارها رو برس. آقا یه آدم کار رو زمین مونده، شما چرا کار؟ من امروز معذورم، خدا به خاطر روزه هستم. شما چی میخوایم یه خود سیدیه بریم برای قرآن بفروشیم؟ منم روزه هستم و اینا. ما شما چی؟ ما هم روزه هستیم. من میترسم آخر سر همه اینا هم از تو دل جهنم در بیان بیرون، بگن شما ها میگه ما روزه داران تو جهنم هستیم. مبارکتون باشه انشاءالله. کارا رو زمین مونده، شما روزه گرفتین. روزه رو زمانی که بتونی کارا رو انجام بدی، نمیتونی انجام بدی، بچه روزه گرفتی. حالا اینا خیلی بحث داره ها، نگید اینا رو من بی‌مأخذ میگم ها. حضرت محمود بدترین مردگان شما عذابهای شما هستن. مردگان پست و فرومایه شما عذابهایند. حتی مرده هاشون هم فرق میکنه با زنده هاشون. یعنی کسی بدون ازدواج بمیره با اونی که ازدواج کرده مرده فرق میکنه. مرده شون هم با هم دیگه فرق میکنه. زنده شون که فرق میکنه، چی مرده شون هم فرق میکنه. پیغمبر فرمود بدترین افراد زنده شما عذابهای شما هستند. بدترین افراد مال اونایی که اینها قدرت ازدواج دارن. قدرت نه این که خونه داشته باشه بعد ازدواج کنم، من اینو نمیگم، این غلطه ها. قدرت ازدواج داره، الان سر کار داره میره، حقوقی داره میگیره، فعلا میتونه از صفر شروع بکنه. فعلا ما یخچال بای بای نمیخوایم، با یخچال دای دای هم میتونیم زندگی بکنیم. کسی نگفته حتما، در حدیث ننوشته که حتما باید قال الله عز وجل یخچال بای بای داشته باشیم بعد ازدواج بکنیم. بریم برای اونقدر میلیون تومن پول بدیم که با اون یخچال معمولی هم ما هنوز خیلی ها هستن یخچال معمولی تو خونهشون رو دارن کار میکنن، هیچ اتفاقی هم هنوز نیفتاده، فریزر هم ندارن، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. قدرت بر ازدواج داره میره ازدواجون. حضرت همون بدترین افراد شما عذابهای شمایان. بعد حضرت ادامه شو فهمون، فهمون دو رکعت نماز فرد متأهل. نگید چون من روزه هر رو مثال میذارم اونجوری ها. دو رکعت نماز فرد متأهل یعنی چه کسی متأهل؟ یعنی کی؟ یعنی کسی که مسئولیت قبول کرده، نه ازدواج کرده. ازدواج هست بله، درست معنیش، میخواییم وسیع‌ترش کنیم، مسئولیت قبول کرده. یعنی میخواد پیغمبر بگه آقا این فردی که اومده ازدواج کرده مسئولیت قبول کرده، مسئولیت یک زندگی رو قبول کرده. خدا کور نیست، کر نیست، نفهم نیست، نابینا نیست، لا یدرک نیست، درک میکنه، میدونه در تو این جامعه اومده احساس مسئولیت کرده، مسئولیت رو دوشش پذیرفته، رفته یک خانواده رو گرفته، این مسئولیت این خانواده رو قبول کرده، زنی رو به همسری اختیار کرده، مسئولیتش رو قبول کرده، گفته من نوکرتم، چاکرتم هستم، خدا به من دستور داده، من مخلص شما هستم، من خدای این بنده هستم، میبینم این چه کار مهمی انجام داده. ولذا دو رکعت نماز این آدم. پس متأهل شما همین از ساده کنارش گذاشتی، حالا فهمیدی متأهل یعنی چی؟ یعنی دل شیر داشته، واقعا آمده همونجور که جهاد تو جبهه میکرد، دل شیر داشت، از مالش جدا کرد، خمس داد، دل شیر داشت، بلند شد چیکار کرد؟ مسئولیت یک زن رو به عهده گرفت، مسئولیت تشکیل یک خانواده رو به عهده گرفت، پا گذاشت جلو، بسم الله. حالا میفهمد چی؟ میفهمد که خدا، پیغمبر میفهمد که دو رکعت نماز فرد متأهل بهتر است از 70 رکعت نماز فرد غیر متأهل که هنوز لنگش تو خونه مامان جانش درازه. مخصوصا میگم لنگ پا نمیگم، مخصوصا برای تحقیر دارم به کار میبرم، هنوز تو خونه مادر جانش خوابیده. چند سالته؟ 30 سالمه. چرا بارو بابا که ازدواج کنیم، بی خودی بریم بچی کنیم، الان مادرم ها پدرم ها، خجالت بکش، حیا بکن. مردی گفتن بچی بگی تو بس هنوز 30 سالت نیست، 3 سالته، بگو برات یه پوشک هم بخرن دیگه، یه باری که چیز دیگه شو من نمیگم، فقط حالا پوشکشو میتونیم بگیم دیگه، برات بخرن دیگه. 30 سالت پوشک، مسئولیت قبول بکن، پا پیش بگذار. تو چقدر ضعیف الایمان هستی؟ او خداوند متعال همون جوری که من خمس دادم منو ورشکستم نکرد، جهاد کردم
برکات جهادو به من نازل کرد، زکات دادم، مالم رو از دست ندادم، مالم زیادتر شد، امر به معروف کردم، بین جامعه محترم شدم، همینطور ازدواج میکنم، فرمان خداوند رو عمل میکنم، هم نمازم ثوابش بیشتره، روزم نمیگیرم، خوبه؟ روزه مستحبی هم نمیگیرم. حالا میخونیم جای دیگه احادیثشو، شما ببینید عابد واقعی واقعا کی هست. وگرنه شما میگه عابد اگه به نماز و روزه و ایناست برید تو خوارج نهروان، اصلا یک دونه از شما که اینجا نشستیم به گرد پای خوارجیات نمیرسید، تمامشون هم عبد و ده تو جهنم هستن. الان که من و شما صحبت میکنیم تو دوزخ یعرزون علیها قدوون و اشیا هستن خوارج نهروان، همان پینه اینجاشون بیشتر بود، نماز روزهشون هم بیشتر بود فلان اینا، روزهای مستحبی همش میگرد فلان، نمازهای مستحبیشون هم زیاد، مناجات هم میکردن، یک مناجات میکردن که نکن. اما به اینجا که میرسید که این دلتو بذار زمین، خدا یه فردی رو خلق کرده جانشین پیغمبر، این هرچی میگه شما باید بگی چشم. این رسید به یه جایی که گفت دلم یا امیرالمومنین، گفت دلم رو برمیدارم، الان تو دوزخ یعرضون علیها قدوون و اشیا هستش. بهش من و شما میرسه میگه آقا اینجا خداوند گفته باید بری همسر اختیار کنی، با ولمون کن بیکاری مگه؟ آها، پس من دلم بیشتر از فرمان خدا مهمه. خوابیدن تو خونه تا لنگ زور، قبول نکردن مسئولیت بیشتر از فرمان خداوند برای من اهمیت داره. واسه اینو بگو دیگه، اگه تواناییشو داشته باشم. یه وقت نه، دارم الان درس میخونم 18 سالمه، 16 باید درسام بخونم، دیپلم بگیرم، باید برم سربازی، باید اینا رو همه بعدن حالا همه رو خواهیم گفت. ولذا ببینید امیرالمومنین علیه السلام فرمود که من بودم، پیغمبر فرمودند یه جایی بودن دست به سینه عثمان ابن مزعون زدن، نه اون عثمان خلیفه قاصد سوم، عثمان ابن مزعون. حضرت به عثمان ابن مزعون فرمودند که ای عثمان از سنت من اعراض نکن، دوری نکن، چه هر کس از روش من روی بگرداند روز قیامت فرشتگان سر راه او را بگیرند و صورتش را از حوض کوثری که تو خونه من این حوض برمیاد سرچشمش اونجاست صورتشو برمیگردونه، میگن حق نداری اینجا بری. این چه کسیه؟ عثمان ابن مزعون چیکار می‌خواست بکنه؟ عثمان ابن مزعون کسی بود که گویا رسول الله اگه شما ازدواج نکنیم بیکاریم، با این مسئولیت قبول بکنیم زن بگیریم، درد سر درست کنیم، بخون برای چی؟ پیغمبر اون حق نداری از سنت من اعراض بکنی، روز قیامت جلوتو میگیرم فرشته، میگن کجا؟ میگه میخوام من پیش پیغمبر، ما با هم نماز جماعت میکنیم بریم سر حوض کوثر، میگه رو تو به میگه، میگن مرخصی، بفهم بفهم، تو همش میخواستی پا دراز بشی بگیری بخوابی با پیغمبر باشی، نمیشه اینجوری. این گوشه از احادیث توبیخیه، تهدیدیه و تشویقیه و ترغیبیه، یک قسمت دیگه هم داره، اجازه بدید اونا رو هم جلسه آینده بخونیم، نتایج خوب ان شاء الله بگیریم. بعد عرض به خدمتتون که بریم سراغ انواع و اقسام ازدواج و صحبت بکنیم که چرا ازدواج دائم هست، چرا ازدواج موقت هست و برکات اینها هم، حتی ازدواج موقت برکاتش چی هست برای جامعه ان شاء الله. سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.